دو تا از بهترین میارده های بازار A55 سامسونگ پوکو X6 پرو شیامی کدومشون ارزش خرید بیشتری دارن کدومشون تو کدوم بخش بهترن متناسب با نیازاتون میتونید الان بین این دوتا تا یکی انتخاب بکنید اگر تا آخر ویدیو با من همراه باشید سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری ام خیلی خوش اومدید به ویدیو مقایسه دیگه بین دو تا گوشی محبوب میارده از دو تا برندی که چندین سال با هم در جنگ و دعوا تو بازار ایران شیامی و سامسونگ A55 و X6 پرو بخش اول بخش طراحی تو بخش طراحی به دو بخش تقسیمش میکنیم این بخش رو یک بخش, م... بخش بابا. یکی بخش متریاله اون موادی که استفاده شده یکی بخش خوش دستیه توی بخش متریال سامسونگ هم پشت شیشه است هم جلوش گوریلا گلس وکتوسه هم دور تا دورش آلمینیومه در حالی که پوکو ایکس تمام پلاستیکه روش هم گوریلا گلس 5 پس از نظر متریالی ای 55 بهتره ولی از نظر خوش دستی و جذابیت و سبکی و اینا به خاطر اینکه تقریبا یه چیز اولوش سی گرم بیس و خورده گرم ایکس ایکس پرو هم سبکتره هم بحالتر تو دست میشینه به نظرم خوش و بهتر از طرفی گواهی آی پی 67 در مقابل گواهی آی پی 54 رو اینجا ببینیم که از نظر ضد آب بودن ای 55 بهتره در مجموع طراحی یه چیز سلیقه‌ای ولی از نظر خوش دستی پوکو ایکس ایکس پرو انتخاب بهتری از نظر متریال ای 55 در هر صورت وقتی شما قاب بندازید دو گوشی خیلی به متریالش کار ندارید همون خوش دستی میاد وسط که برنده رو پوکو ایکس ایکس پرو اعلام میکنید بخش بعدی نمایشگره پنل جفت نمایشگر امولده ولی پوکو ایکس ایک یک کنیم 1.5 وش و 68 میلیارد رنگ همین قضیه باعث میشه که کیفیت بیشتری بهتون بده شفافیت بیشتری داشته باشه ولی سامسونگ همیشه توی صفحه نمایش حرف برای گفتن داشته یعنی اون اختلاف کیفیته که مد نظره خیلی زیاد نیست اما روشنایی بیشتری هم پوکو ایکس ایک پرو بهتون میده علاوه بر اون حاشیه های فوق کمتری هم بهتون میده پوکو ایکس ایک ایکس پرو تقریبا 90 درصد پنل جلویی نمایشگرشه در حالی که توی ای 55 ما مثل چندین سال گذشته سامسونگ 85 درصد فقط پنل رو داریم که توش صفحه نمایش یعنی هاشیاش خیلی بیشتره و از طرفی پوکو ایکس ایک پرو فکر کن پنلش بزرگترم هم از 6 در مقابل 6.6 ولی تو دستر دیگه یعنی اون صفحه نمایش رو کش داده قشنگ هاشی ها رو کم کرده گوشی رو وقتی از جلو بهش نگاه میکنین تو پوکو ایکس ایک پرو هم روشنتره هم کیفیتش بهتره هم هاشیه هاش کمتره و هم دیگه همین دیگه چی دیگه میخوای دیگه هم همه چیز صفحه نمایش پوکو ایکس ایک پرو بهتره ولی تو این بخش هم باز سامسونگ کم نمیاره پس برنده رو اعلام میکنیم پوکو ایکس ایک پرو اما سامسونگ میتونه رقابت بکنه چون تفاوتش اونقدری چشمگیر نیست بخش بعدی بخش باتریه جایی که ورق بر جفت گوشی ها باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت دارن از نظر شارژدهی حداقل حد اقل 3 4 ساعت بیشتر بهتون شارژ میده 55 به چند علت یکی از مهمترین علتاش پردازنده بهین مصرف کنترشه بهین مصرف کنتر بهین تر مصرف کن بهینه ترشه که میتونید شارژدهی بیشتری ازش بگیرید با اختلاف یعنی اگر یه استفاده ای رو داشته باشید استفاده معمولی رو به زیاد A55 میتونه روز کامل بهتون شارژ بده حتی میتونه یکی دو ساعت از فردا رو هم بهتون شارژ بده ولی پوکو ایکس, ایکس پرو از نظر شارژدهی خیلی عملکرد خوبی نداره همون یه روز رو شاید به زور بتونه بهتون شارژ بده اما توی بخش آداپتور A55 یه آداپتور 25 واتی تو باکسش نیست در حالی که پوکو ایکس, ایکس پرو یه آداپتور 60 واتی تو باکسش هست تقریبا هلوش 50 دقیقه طول میکشه که پوکو پرو شارژ شه در حالی که یک ساعت و 10 دقیقه طول میکشه ای 55 شارژ بشه یعنی شما از نظر آداپتور و شارژ دهی هم پول آداپتور جلوید هم زودتر گوشیتون شارژ میشه چون 67 واتی آداپتور داره ای 55 هم خواستید شارژ کنید میتونید از آداپتورهای موبایل یا پاوربانک های مبادیشن بگیرید که بدون هیچ دردسر و مشکل و دغدغه‌ای با اطمینان از اینکه کالا اورجینال و با کیفیت موبایل بخرید و کارو در بیارید پس تو بخش شارژ دهی A55 تو بخش شارژ شدن پوکو X6 پرو بخش بعدی بخش دوربینه جایی که باز هم یه بار دیگه برگ برنده با سامسونگ سنسور لنز اصلی 50 مگاپیکسل عکسایی که میگیره در مقابل با 64 مگاپیکسلی پوکو X6 پرو خیلی اختلاف فاحشی نداره ولی در مجموع جنس و رنگ و نور تصویرا یه مقداری بهتره دیتیل بیشتری هم میتونه ثبت کنه تو فیلم برداری هم دقیقا همین اتفاق میفته یعنی شما ویدیوهای نسبتا با کیفیت تری با گلکسی 55 به نسبت با 6 پرو میتونید بگیرید اوورال عملکرد دوربین ها به نظر من توی ای 55 یه مقدار کمی بهتره و اگر دوربین براتون اولویته بهتر برید سراغ ای 55 چون میتونه ویدیوهای بهتر و عکسای بهتری باتون براتون ثبت بکنه باز هم میگم اختلافشون اونقدری دیده نمیشه یه نکته ای رو اینجا تو پرانتز بگم جفت ویدیوهای بررسی هر دو گوشی رو قبلا گذاشتم میتونید برید ببینید هر کدوم که خواستید موشکافانه تو بررسی خودشون گفتم ولی در مقام مقایسه ای 55 دوربین بهتری داره همین اتفاق توی سلفیش هم میفته سلفیش هم ویدیو عکسایی که میگیره عکسای با کیفیت و قابلیت فیلمبرداری 4 بهتون میده روی دور سلفی پس پکیج دورپینو چه اصلی چه سلفی a 55 یه مقدار از پوکو ایکس پرو بهتر و برنده ای این بخش میشه بخش بعدی بخش پردازنده است جایی که تقریبا A55 حرفی برای گفتن نداره دایمن 830 8300 اولترا در مقابل اگزینوس 1480 فقط و فقط و فقط مصرف و شارخوری ای 55 رو اگزیوس 1480 بهتر یعنی کم مصرف پردازنده ولی تو تمام بنچ مارک ها پوکو ایکس ایکس پرو دایمن سیتی 8300 Ultra رد میشه از اگزیوس 1480 و 55 واقعا بهتره برای بازی کردن از نظر پایداری هم این اتفاق میفته مخصوصا توی آپدیت های اخیری که پوکو ایکس ایکس پرو گرفته واقعا بیشتر به درد بازی کردن میخوره و تجربه روونتری توی بازی بهتون میده یه مقدار بیشتر از ای 55 داغ میکنه ولی به خاطر عملکرد خوبش قابل چشم و میشه گفتش که در مجموع از نظر سخت افزاری پوکو ایکس ایکس پرو با اختلاف از ای 55 و پنج بهتره ولی بازم میگم ای 55 و اونجوری نیستش که لنگتون بذاره کارو براتون در میاره ولی توی عملکرد بلند مدت توی بازی های بلند مدت یک ساعت دو ساعت سه ساعت بخواید بازی بکنید قطعا روونتر میتونه پوکو ایکس پرو براتون اجرا بکنه پایدارتر میتونه اجرا بکنه و بیشتر به درد بازی کردن میخوره اما توی محیط کاربری و رابط کاربری این اختلاف زیاد به چشم نمیاد از طرف دیگه یو اف در مقابل یو اف و 1 رو داریم کلا پکیج سخت افزاری X5 X6 پرو بهتره که پیشنهاد میکنم اگر بازی کردن و کارهای سنگین سخت افزاری با گوشی انجام میدید برید سراغ پوکو X6 پرو از نظر رابط کاربری این طرف هایپر رو داریم این طرف وانیوای داریم وانیوهای آی شیشو هایپر جفتش هم ویدیو بررسی کاملش رو گذاشتم فقط نکته ای که وجود داره اینه که معمولا گوشی های سامسونگ مخصوصا این ای 55 پنج که تازه هم هست با توجه به روی کرد جدید سامسون که واسه پرچمدارش هفت سال آپدیت داده احتمالا بهتر و سریعتر آپدیت را رو دریافت میکنه و یک سال هم بیشتر آپدیت رو خواهید گرفت روی a 55 و از نظر نرم افزاری و عملکرد طولانی مدت مثلا عمر مفید 3 4 ساله احتمالا ای 55 به خاطر آپدیت های بهتر و سریعتری که میگیره میتونه برگه برنده داشته و باشه و پیروز بشه از نظر اسپیکر هم جفتشون عملکرد قابل قبولی دارن تو بخش اسپیکر ولی به نظر من پوکو ایکس 6 پرو کلا در ب... تو بحث صدا میتونه بهتر باشه تقریبا در مورد همه چیز صحبت کردیم توی بازه امروز که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تقریبا روزهای آخر اردیبهشت 1403 نسخه 128 گیگابایت رم 8 ای 55 تقریبا 16 و 500 نسخه 256 رم 12 پوکو ایکس پرو هم 16 و خورده ای جفتشون روی 512 و 256 رو اردر 18 و 19. 19 با هم هستن یعنی تقریبا هم قیمتا نسخه های پایین با, با هم هم قیمتا نسخه های بالاتر با هم هم قیمتا یه نکته ای که وجود داره اینه که شما آلردی این طرف وقتی خرید بکنید 256 گیگابایت حافظه میگیرین توی هم قیمتش روی 55 که 16 و خورده ای ولی 128 گیگابایت میگیرید دقیقا تو بالاترش هم همینه شما 19 تومن که هزینه بکنید 18 و خورده هزینه بکنید پوکو ایکس 6 پرو رو 512 گیگ میگیرید ولی ای 55 رو 256 میگیرید اما نکته که وجود داره ای 55 میکرو و, و پشتیبانی میکنه یعنی میتونید بهش رم حافظه رم اضافه بکنید از این بیز که میذاریم که خیلی توصیه نمیکنم ولی تا یه ترابایت هم میتونید بهش مموری کارت اضافه بکنید و ازش استفاده بکنید اما از نظر اوورالی به خاطر رم دوازده حافظه بیشتر یه مقداری انگار پوکو پرو ارزون تر میفته دیگه چون شما دارید حافظه بیشتر رو هم قیمت با حافظه کمتر سامسونگ میگیرید این هم از این بریم سراغ جنبندی از نظر طراحی خوش دستی میخواید پرو متریال با کیفیت میخواید 55 پنج. از نظر صفحه نمایش اوورال صفحه نمایش با پرو عمل کردش بهتره ولی ای 55 حرف برای گفتن داره اونجوری نیستش که خیلی ضعف داشته باشه توی باتری از نظر شارژ ای 55 از نظر شارژ شدن با پرو توی دوربین اختلافشون خیلی کمه ولی برنده ای 55 میتونید اگر اولویتتون دوربینه برید سراغ ای 55 پیشنهاد من بهتون اینه از نظر بازی و سخت افزار و پردازنده اگر بازی‌های سنگین میکنید پوکو برو با اختلاف بهتره خوراک گیم زدنه ای 55 بهینه مصرف می‌کنه عملکرد پایداری داره پردازنده داره که جوابگوه و اونم دقیقا مثل بخش دوربین اختلافشون شاید تو بنچمارک و بازی و فلان و اینا زیاد باشه ولی تو استفاده های معمولی اختلافشون زیاد نیست اما بازی سنگین خواستید بکنید برید سراغ پوکو ایکس ایکس پرو از نظر قیمتی هم که مشابه همدیگن توی بازار ایران هر دوشون فعلا زیر 20 میلیون تومنن تقریبا میتونم بگم که هر دوشون به اون ثبات و استیبل بودن قیمت ها رسیدن میشه گفتش که امتحانشون هم پس دادن و تقریبا میشه گفتش که اگر روی برندها ها زاویه ندارید با مثلا طرفدار برند خاصی نیستید با دیدن این ویدیو میتونید متناسب با نیازتون برید سراغ یک کدومشون اگر عکس زیاد میگیرید تو سوشال مدیا میخواید فعالیت بکنید ویدیو زیاد میگیرید برید سراغ ای 55 چون هم دوربینش بهتره هم باتریش تو شارژدهی بهتره اگر بازی میکنید خوراک کارهای گرافیکی هستید هی 24 تو بازیهای مختلف میچرخید صفحه نمایش میخواید بدون حاشیه یعنی هاشی های کم با کیفیت ویدیو زیاد میبینید برید سراغ پوکو ایکس ایک 6 پرو نکته دیگه ای نیست الان دیگه آها یه نکته دیگه هم بگم اگر طرفدار ها هم هستید بدون تفکر به رقیبش برید سراغ اونی که دوستش دارید اگر طرفدار سامسونگ هستید و باهاش کار کردید از سامسونگ خاطره خوبی دارید و فنشید بدون اینکه اصلا به پوکو ایکس ایک 6 پرو نگاه کنید برید سراغ ای 55 و و چون اختلافشون انقدر زیاد نیست اگر هم طرف شیامی دو با شیامی حال میکنید اصلا نگاه نکنید که ای 55 و و چی بیشتر بهتون میده چی کمتر برید سراغ پوکو ایکس ایک 6 پرو واقعا دو تا رقیبی ان که خیلی پایا پایین این ویدیو رو رکورد کردم واسه شما این که هیچ طرفداری از هیچ برندی ندارید میخواید متناسب با نیازتون انتخاب بکنید دمتون گرم که تا این آخر ما اومدین توی کامنت ها بگید که شما باشید کدوم یکی رو انتخاب میکنید لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره که باسر من هرچی دارم از حمایت تک تک شماست مرسی از امرایتون امیدوارم به دردتون بخوره